مسئولان شرکت برق رسانی افغانستان در نشست خبری از حل 70 درصدی مشکلات برق در افغانستان خبر دادند. معاون تجارتی شرکت برق رسانی کشور با عدم ذکر اسم های افراد گفت که مقام های حکومت پیشین حدود 500 میلیون افغانی از این شرکت مخروض هستند. سیاسیون او زوروا که پتوله که شاو 500 میلیون افغانی پروری او د اټاتسيول چې مشخص کم څوک د افغانستان برشنا شرکت رهبری د چینا غاړي د پخوانیو سیاسيونو یا د هغوی زورواکو د نوم افشاوي وی با تاکید بر اینکه 78 درصد برق کشور وارداتی است ادعای توزیع ناعادلانه برق را رد کرد به گفته وی اولویت در توزیع برق به فابریکه های صنعتی است که در بعضی مناطق 24 ساعت است برق و در بعضی مناطق کم است را ما مطلق رد میکنیم هیچ تو منطقه وجود ندارد که رهایشی باشه 24 ساعت برق داشته باشه و یا منطقه دیگه که رهایشی باشه او 5 ساعت برق داشته باشه آقای عطایی می افزاید که شماری از سیاسون حکومت پیشین آماده همکاری با این شرکت شدند فعلا ما با اینا به تماس هستیم و اینا هم تعداد هستند که تماس گرفتن و کوشش میکنند که در این مورد ام قرضداری های خود رفع کنن حل بسازن در همین حال سخنگوی شرکت برق رسانی افغانستان میگوید که تعرفه ها در ولایت ها نسبت به پایتخت متفاوت بوده اما آنچه در 1394 بود همان را عملی میکنند کیلووات برق از سال 1395 تا کنون امو تعرفه است کدام تغییر نکرده تنها در سال قبلی که 1400 بود از دو ماه به یک ماه تبدیل شد این اظهارات در حالی مطرح می شود که همواره با فرار رسیدن فصل زمستان در کشور مشکلات شهروندان افزایش می یابد و نیاز آنان به برق بیشتر از هر زمان دیگر است این در حالی است که در زمستان باشندگان پایتخت از پرچاوی های برق شکایت می کنند